من خورنبال متولد شدم سال 1323 سنین خیلی پایین رو واقعا اونقدر بیاد ندارم البته چیزای تاری رو میتونم به یاد بیارم که مثلا تو خونمون رادیو داشتیم پدرم گرامافون داشت حتی دوربین عکاسی داشت این دوربینای جعبه شکلی که اون موقع بود فیلم های صد و بیست میخورد فیلم های پن میخورد و اینا پدرم یه کتاب فروشی داشت وقتایی که دی مدرسه نمیرفتم یا از مدرسه میومدم تو اون کتاب فروشی کار میکردم یعنی مثلا یادم با استفاده از ابزارهایی که توی کتاب بود کاردستی درست میکردیم نقاشی میکردم نمیدونم کارهای از این قبیل وقتی سال اول دبیرستان بودم یکی از اتفاقاتی که تو زندگی من و نه فقط من بلکه کل خانواده تاثیر جدی گذاشت این بود که پدرم در حالی که هنوز جوان بود نابینا شد به نظرم میرسه که این نابینا شدنه یه جوری یه هشداری انگار به من داد که اگه نتونم ببینم چی میشه اگه نتونم این جهان زیبا و رنگارنگ ره اگه این طبیعت ره اگه این آدم ها ره نتونم ببینم واقعا بر من چه خواهد گذشت گفتم اینا چیزایی که بعدا فکر کردم یعنی میخوام بگم که شاید اینها در اون ولعی که من بعدن واسه هرچی بیشتر دیدن هرچی بیشتر سفر کردن درم پیدا شد یه نقشی داشته دیپلمم ریاضی بود خیلی به علم و درسای علمی و این چیزها علاقه داشتم هندسه، فیزیک، مکانی این همش واسه خیلی جذاب بود تا رفتیم سربازی تو سربازی بود که دیدم یه دی دارن درس میخونن منم فکر کردم شاید بهتر باشه برم ادامه تحصیل بدم به همین دلیل وقت سر تموم شد با مادرم صحبت کردم مادرم پدرم متقاعد کرد گفتم با اینکه خونواده در واقع منتظر بود مرش من زودتر یه جای استخدام شم و یه درامدی واسه خونواده دست و پا کنم مادرم پدر پدرم متقاعد کرد که من برم ادامه تحصیل بدم یعنی این جمله ای که گفت ره هیچ وقت فراموش نکردم گفت پسر ما این همه سختی کشیدیم این همه بدبختی کشیدیم چهار سال دیگه هم روش تو برو شاید واسه خودت دادم شدی ما آمدیم تهران و کنکور دادم تو کنکور اصلا شرکت کردیم دو جا سبت نام کرده بودم. حالا میگم ثبت نام یا دو را انتخاب کرده بودم یکی شرکت در کنکور به دانشکده حقوق اون موقع سرشته مختلف تو دانشکده او بود اقتصاد علوم سیاسی و حقوق غذایی یکم دانشکده ادبیات بعد از اینکه نتایج دادن دیدم هم دانشکده حقوق قبول شدم هم دانشکده ادبیات بنابراین اینم خودش یه چرخشی بود تو زندگی آدم بره دیپلمش ریاضی باشه یا بره ریاضیات بخونه بعد بره مثلا ادبیات بعد از بین اینا هم فکر کردم نگاه ادبیات که الان نظر این بود که برم زبان انگلیسی رو دنبال کنم گفتم نگاه این که پیش خودم میتونم دنبال کنم برم همین دانشگاه حقوق تو رشته علوم سیاسی تحصیل کنم بلکه چیزهای دیگه یاد بگیرم تو هم یه تر نگذشته بود که متوجه شدم مثل که آدرس رو اشتباهی اومدم و اینجا اونقدر جدی نیست این از یه طرف از یه طرف هم اون دوره شاید جوونا به یاد نیارن ولی جهان جهان دیگه ای بود دوره بود که جنگ ویتنام جریان داشت تو کوبا، تو چین، تو آفریقا خیلی جای دنیا به هر این جنبش های انقلابی و اینا وجود داشت و خب طبیعتا ایران هم نمیتونست خیلی بیخبر یا برکنار از این جریانات باشه توی همچی فضایی طبیعتا ما سیاسی شدیم دیگه حالا علوم سیاسی که میخوندیم مونده بود خود کار سیاسی خب کار سیاسی هم شروع شد در واقع به دلایل خیلی خندداری عکاس شدم مثلا اینکه یه ای دوستی که داشتم این زبان انگلیسیش خوب نبود خب این به نظر خندهدار دار میاد یعنی واقعا یه جوری نمیشه یه ارتباطی بین انگلیسی ندونستن اون دوست و عکاس شدن من برقرار کرد یا مثلا اینکه یه جیبوری جیب یه توریست سیره مثلا تو کرمان زد و من عکاس شدم اون موقع دانشجوها واسه که زبان انگلیسیشون رو تقویت کنم معمولا دنبال این توریست ها تو خیابون ها را می افتادن. یکی از اونم همین دوستم بود که زبانش تعریفی نداشت این تو خیابون با یکی از این توریست ها برخورد میکن و نمیفهمه اینا چی میگن به همین دل پا میشه میاد سراغ من که خونم نزدیک خونش بود بعد که میرم میفهمم که اینا فرانسوی هایی هستن که انگلیسی رو خیلی خوب صحبت نمیکنن بعد از اینکه با هم صحبت کردیم و از هم خدافز کردیم من که سال تحصیلی تموم شده بود بعد برمیگشتم آباد چون معمولا تمام تابستون واسه که خرج تحصیلم درارم تدریس خصوصی میکردم با اونا هم باید میرفتن کاتماندو تابستون که تموم شد وقتی برگشتم یه چند روزی از شروع سال تحصیلی نگذشته یو دیدم که این گابریل گابریل آلوسون خلاصه زنگ زد پرستم اگه شما کاتماندو نرفتید گفت نه گفتم چرا چی شد گفت تو کرمان پولامونو زدن بنابراین ما وقتی دیدیم نمیتونیم سفر ادامه بدیم گفتیم برمیگردیم تهران یه مدتی تهران میمونیم کار میکنیم خرج سفرمون که در آوردیم ادامهش میدیم قرار شد که یعنی از من خواستن که به اونا فارسی درس بدم اونا به من فرانسه ما اون موقع درگیر فعالیت سیاسی بودم و وقتی با دوستان و رفقام صحبت کردن به این نظر رسیدیم که این کار خیلی لوکسه لاکچریه و بهتر وقتم صرف همچی کاری نکنم اما دو سه دفعه دیگه که اینا رو من دیدم گابریل گفت خب پس بیا عکاسی یاد بگیر این بارم باز با دوستام که صحبت کردم دیدم که خیلی اظهار علاقه کردن گفتن عکاسی هنری است انقلابی که البته بعدا فهمیدم یکی از معانیش اینه که در صورت نیاز میشه واسه جل اسناد عکس گرفت حالا بر صورت خیلی استاد خوبی بود آدم خوبی بود مثلا اگه من رفتم تاریخ یه عکسی رو واسه یه چاپ یه عکسی مقدار زیادی کاغذ خراب می کردم. این نه تنها چیزی نمی گفت بلکه همش می گفت که نگاه میدونم که بالاخره چاپش می کردی اشاره می کرد. این بالاش اگه ممکنه یه ذر روشنتر یه کنارا یه ذر تیرتر و و و, و چیزای از این قبیل گابریل بعضی وقتا علاوه بر او کار روتینی که میکرد که عکاسی تبلیغاتی بود عکاسی سنتی بود میرفت خارج از شهر بعد از اینکه چند تا از این سفرها رو ما با هم رفتیم و عکسایی که اون گرفته بود فیلماش رو ظاهر کردم و چاپ کردم دیدم که انگار من اونجا نبودم یعنی در واقع به این رسیدم که چیزایی رو که اون دیده من ندیدم ما هر دو درخت دیدیم اما اون چی که این تو عکسش هست انگار اون درخته نیست یا این نهر آب یا این صخره اینجا بود که متوجه شدم که عکاسی یه کاری واقعا یه کار جدیه اینم یه مهارتیه که باید آدم یادش بگیره قبل از آشنایی با گابریل تنها شکلی از عکاسی که میشناختم اون عکاسی بود که توی آتولیا میکردن گرفتن عکس پرسونالی که هیچ واسم جذاب نبود و به هر حال بعد از اینکه رفت که یه چیزایی رو هم داشت واسه من گذاشت یه دوربینی داشت که به من فروخت و البته یه آگراندیسمان و تشت ظهور و این چیزایی که به هر حال تو تاریخون ازش استفاده میکنن من دیگه خودم شروع کردم به عکاسی و عکس گرفتن یه کتابم واسم گذاشت یه کتابی که نویسندش یه عکاس آمریکایی بود به اسم آندریاس فاینینگر که این کتاب رو من کمی بعد وقتی که زندان افتاده بودم ترجمه کردم از اون کتاب خب کتاب خوبی بود خیلی چیزا رو یاد گرفتم اما اون چی که در واقع تعیین کننده بود خود عکس گرفتن بود و مدام عکس میگرفتم یادم اولین باری که خواستم سفر برم اون موقعم هنوز از خودم وسیله نقلیه نداشتم رفتم بی سلقه فیلم سیاسفید خریدم سوار اتوبوس شدم از تهران به مقصد ندارم احواز از اونجا نمیدونم به بوشهر از اونجا به بندر شیراز و بالاخره تهران بعد بعد از اینکه می برمیگشتم تهران فیلم ها رو ظاهر میکردم و می دیدم و همینطور در عمل در واقع متوجه اشکالات خودم میشدم ما من همیشه وقتی در طول سالهای گذشته صحبتی از زندان شده گفتم که این یکی از شانس های زندگی من بود زندان در واقع دانشگاه دومی بود که من رفتم و توش درس خوندم و الان که نگاه میکنم میبینم که چقدر من به این دانشگاه احتیاج داشتم نمیدونم چقدر کتاب خوندم اما من میدونم تقریبا در از کتابایی که تو کتابخونه بند سه زندان قصب بود کتابی نموند که نخونده باشم حالا فقط اونا نبود یه کتاب هم سفارش میدادیم از بیرون واسه می میخریدن یا حتی از خارج سفارش میدادن و می آوردن توی زندان رو برتم خیلی وقتها دستم اینطوری میکردم اینطوری میدیدم چیزاره همش میخواستم تو کادر ببینم یا مثلا یادم وقتی تو سلول انفرادی بودم مثلا تغییرات نوره دنبال میکردم درست صد روز همونقدر که ناپلون در جزیره سنتلن زندانی بود من صد روز در سلول انفرادی بودم و تو این صد روز من این تغییرات نور دنبال میکردم کاری ده نداشتیم که نه کتابی بود بخونیم نه چیزی نور یه پنجره کوچیکی داشت سلول میومد صبح نور گرم صبح بعد با نمیدونم طول و موجهای نمیدونم زرد و نارنجی و قرمز و اینو بعد کم کم تغییر رنگ اینا و دوباره غروب رفتن جای دیگه و این چی دارد؟ به هر حال اون چیزی که راجب عکاسی میشد بازم روش کار کرد کار میکردم دیگه مثلا من یادم بارها خواب میدیدم دارم عکاسی میکنم بعد یهو نفتاد یادم که دوربینم فیلم نداره رفتم عکس گرفتم اما تو دوربینم فیلم نذاشتم یا میرفتم عکس میگرفتم بعد مثلا دوربینم اون یه جایی که عکس میگرفتم مثلا پرد میشد پایین و مثلا گم شد و همونجا مثلا دو سه جلد کتاب ترجمه کردم یکیش اتفاقا همین کتاب تکنیک عکاسیه که نمیدونم تا الان شست هزار جلدش فروش رفته وقتی میخواستم بسلا اون شکافی ره که بین تحصیلات حقوقی و این چیزایی بود که تازه بهش علاق من شده بودم پر کنم یه کتابی رو باش آشناشتم به اسم تاریخ اجتماعی هنر مال آرنولد حاضر بود یه کتاب چار جلدی بود این کتاب که شروع کردم به خوندن من دیدم خیلی جاش نمیفهمم واسه که این کتاب بتونم بخونم باید یه مطالعه خیلی وسیعتری بکنم و همین کارم کردم دیگه همین کارم کردم یعنی تا اونجایی که زورم میرسید و کتاب تو کتابخونه زندان بود و یا میتونستم سفارش بدم مثلا نمیدونم تقریبا هر چی کتاب رو که مثلا از بالزاک مثلا ترجمه شده بود و وجود داشت یا از بیرون میشد خرید مثلا خوندم استاندال خوندم نه نفع. هر کدوم بودلر نه, نه یکی او یکی همین هر چی داستایفسکی نمیدونم تولستوی نمیدونم چخوف نمیدونم می آخرام که دیگه کارای برشتم تا برشت هر چی و هر حال همین جایی که چهار سال از جوانیم رتوش توش گذروندم از 27 سالگی تا آخر یک سالگی یه فرصت طلایی به من داد واسه که اون شکافه رو پر کنم و عمیقتر یا بهتر بفهم که واقعا چه چیز رو باید دنبال کنم یا چی چی میخوام خیلی تصمیم جدی گرفتم که عکاسی و فقط عکاسی به هر قیمتی ولی که لازم باشه گرسنگی بکشم واسه ای که شما تا وقتی که عکاس نشدید یا عکس نگرفتید که چیزی به شما نمیدن شما بنابراین باید اول برید عکس بگیرید خب من تا واسه عکس گرفتنم باید شما پول داشته باشی پول داشته باشی فیلم بخری یه چیزی اینطوری یه دور باطلی بود بعد همین دلیل مثلا ترجمه و اینا آرا ار ترجمه تدریس فلان یه مدت پول در میدم خرجی میکردم من تا بعدا دیدم خود اینا مزاحم کار من و ما بایستی فقط عکاسی کنم آشنایی من با خانم زیبا ارشی برمیگرده به سال پنجا و پنج و شیش در واقع یه آشنایی خیلی تصادفی بود مثل که من دارم یک زندگی رو تعریف میکنم که همش بر اساس تصادف و اتفاق ساخته شده اون کتابایی که ترجمه کرده بودم ایشون خونده بودند و بعدش که با یه دوستشون صحبت کرده بودند گفته بودن که دلشون میخواد که یا دلشون میخواست که با مترجم این کتاب آشناشن بهش گفته بود که اتفاقا همکار ماست گفت خب پس میشه من ببینمش گفت آره ما تو سرش میزنیم خودمون برای به ماشا شدیم و بعدش هم بالاخره با هم ازدواج کردیم دیگه ایشون هم مثل من یه مسیر کما بیش پرپیچ و خمی رفت بود روانشناسی خونده بودن فوق لیسانسشون جامعه شناسی و بالاخره مردم شناسی با ایشون که شدیم با توجه به تخصص و علاقشون کم کم این پراکند کاریای من یعنی که فقط برم از آدم ها و اینا عکاسی کنم این یه جهتی پیدا کرد موضوع کارم نمیدونم اون چیزایی که قبلا از شکاسیم کردم اینو کاملا تغییر کرد یه چیز دیگه شد یه انسجامی پیدا کرد یه شکلی پیدا کرد به هر حال از اونجا که علاقه ایشون همینایی بود که گفتم و در این حال به همون اندازه که من اهل جویی بودم ایشون هم بودن سفر شروع شد دو تا کار مختلف میکردیم یعنی در حالی که من فقط عکس میگرفتم ایشون با آدما صحبت میکردن هنوزم هم همینطوره بعد از نزدیکی چل سال هنوز هم همینطوره به هر حال کار روی موضوعات مختلف رو بسا شروع کردیم دیگه به ترتیب در واقع عکاسی واسه من به عنوان یک شیوه از زندگی کردن یا عکاسان زندگی کردن انتخاب شد نه یه وسیله واسه امرار معاش واقعا به فکر نبودم یعنی فهمیدم که نگاه خود این که اینجوری زندگی میکنی این خودش یک زندگی معناداری میتونه باشه زندگی جذابی میتونه باشه و بود منتاج شروع کردنش خب خیلی ساده نبود واسه که برحال امکاناتی میخواست برای امکانات هم یعنی پول دیگه پول وسیله نقلیه نمیدونم همه چیزهایی که واسه انجام هر کاری لازمه من پیش از, از ازدواج با خانم عرشی هم، وقتی تو مرکز ملی آموزش بزرگ سالان کار میکردم و اکسام رو به دوستان و همکارانم هم نشون میدادم میدم که اینا از این اکسا خوش رو میاد و بعضیشون از من درخواست میکردن که اگه ممکنه نسخه ای از اینا رو واسه اونا چاپ کنم خب من چاپ میکردم بهشون میدادم دیگه فرض کن یه عکسی مثلا در عباد مثلا ده در 15 سانتی متر هزینه نداشت چیزی نبود اما به مرور زمان تعداد آدما بیشتر و بیشتر شد و درخواستا هم تغییر کرد یعنی مثلا دیدم که بعضیا میگن میشه ما نسخه بزرگتری از این داشته باشیم کم کم در واقع رو در وسیر کنار گذاشتیم و از دوستانی که عکس می‌خواستن خواهش کردیم که نگاه با, با پول کاغذ چه بده هم پول کاغذ و دارو همین واقعا همین در همی حد پول می‌گرفتم و اصرار داشتم که من بیشتر از اینم نگیرم وقتی تعداد دیدم که تعداد خواستارا خیلی بیشتر شدن به صرافت این افتادم که از کارم کتاب چاپ کنم و چاپ کردم البته کتاب اول که همین زندگی باشه آنچنان درآمدی نداشت مونتا خب چون چیز تازه بود خیلی سریع پنجزار نسخه که چاپ کرده هم فروش رفت و بعدم هم بعضی ها گفتن که کاش این یا این اکس ها به صورتی بود که میشد قابش کرد چاپ دومشه من به صورت یه مجموعه کارت درآوردم. باز یه پنجزار تا چاپ کردم که فروش رفت گذشت گذشت دوره جنگم یعنی این سالهایی که جنگ ادامه داشت سالهایی نبود که بشه مثلا نمایشگاهی برگزار کرد نمیدونم عکسی فروخت این چیزا واقعا نبود ولی من همچنان جدی یعنی به جدی ترین شکل ممکن کار عکاسی رو ادامه دادم واسه که یهو متوجه شده بودم که چیزی نخواهد گذشت که دیگه هیچی همان که بوده نخواهد بود و رفتم دنبال چیزایی که فکر می هر جور شده باید یه جوری ثبتشون کنم واسه که اینا رو ما بعدا نخواهیم داشت